I'm sitting here at the original Immersive Van Gogh in New York City. من اینجا در نمایشگاه اوریجینال ایمرسیو ون گوگ در شهر نیویورک نشستم. فضاش 6500 متره. واقعا بزرگه. درست پشت سر من راه ورود به گالری که در آن کار فوق‌العاده ماسیمیلیانو سیکاردی رو می‌بینیم. او طراح ویدیو پروژکشن یکی از ایتالیا میاد و بیشتر از 30 ساله که کار ویدیوی فراگیر انجام میده. من خوشحالم که افتخار همکاری با ایشون رو داشتم. این پشت بالای سرم بیش از 8000 قلموی نقاشی نصب شده که برداشتی انتزاعی از نقاشی شب پرستاره یکی از معروفترین کارهای ون گوگه. در فضای سالن چندین کار دیگه هم وجود داره که یکیشون اسمش هست نامه‌هایی به وینسنت. مردم راجع به نقاشی‌های ون گوگ زیاد میدونن، اما خیلی‌ها نمیدونن که او یه نامه‌نویس قهار هم بود. ون گوگ صدها نامه به برادرش تئو که بهترین دوست و همدمش هم بود نوشته. ما همه نامه‌هایی که ون گوگ نوشته رو اسکن کردیم و به کمک هوش مصنوعی و برنامه کامپیوتری که طراحی کردیم، شما میتونید هر سوالی که دوست داری از وینسنت بپرسید و اون با کلمه‌های خودش برای شما نامه‌ای مخصوص به خودتون می‌نویسه. یه طراحی کوچیکی هم پایین نامه براتون می‌کشه. بالای 350,000 نفر تا امروز با وینسنت نامه رد و بدل کردن. یه کار دیگه هم درست کردیم به اسم گالری جی بی. به وسیله واقعیت افزوده 5 تا از کارهای معروف ون گوگ رو سه‌بعدی کردیم. شما میتونید گوشی تلفنت رو روی تابلو بگیری و ببینی اگر این کارها سه‌بعدی بودن چه شکلی میشدن. من فکر میکنم مردم وقت زیادی رو با گوشی‌های همراهش میگذرونن و غرق این صفحه‌های نمایش کوچیک میشن. برای همینه که یه جورایی همه ما دوست داریم یکی به همون به یه گوشی تو خاموش کن و خودتو در فضا رها کن. امروز اینطوری همه چیز رو درک میکنیم. فکر میکنم نمایشگاه به همین دلیله که اثر گذاره و این اولین باره که میتونی وارد یه فضا بشی و 4 تا دیوار اطراف و زمین کاملا با ویدیو، نور و موسیقی پوشیده شده باشه.